حضور در فصل نقل و انتقالات فرصتیه که میتونیم اون رو بیشتر بررسی کنیم، به خصوص با حواشی که داشتیم و سر و صداهای متفاوت و زیادی که شنیدیم. فکر میکنم اگر بریم سراغ کسی که قبلا خودش قرارداد میبسته و همینطور کسانی که از بیرون دستی بر آتش دارن و این قراردادها و نقل و انتقالات رو رصد میکنن و به گوش ما و شما میرسونن، فکر میکنم موضوع جالبی باشه که میتونه یه خورده از زوایای پنهان این فصل پرحاشیه و پرنوسان رو برای ما بیشتر روشن کنه. یکی از کسانی که میتونه به ما توی این بحث کمک کنه قطعا آقای مهدی رسول پناه، مدیر عامل پیشین باشگاه پرسپولیس که الان در استودیو حضور دارن. حالا مهمون تلفنی دیگه هم خواهیم داشت که به ما اضافه خواهد شد و همونجور که گفتم از نگاه ایشون هم به موضوع نگاه خواهیم کرد و بررسی میکنیم ببینیم اوضاع نقل و انتقالاتمون چگونه است. آقای رسول پناه، خوش اومدید. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز، همچنین ایام سوگواری هم تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم. آقا اول یه سوال در مورد خصوصی سازی بپرسم. بالاخره شما تو باشگاه پرسپولیس مدیریت کردید، این شیوه خصوصی سازی به کار استقلال پرسپولیس میاد؟ خدمت شما عرض کنم که خب در رابطه با خصوصی سازی شما همینطور که میدید تو برنامه شما و برنامه مختلف خب خیلی به چالش کشیده شد، ولی میخوام امروز بهتون بگم واقعا تو بحث خصوصی سازی مخصوصا دو باشگاه پرسپولیس استقلال امروز واقعا به روز به قول معروف به زمین سخت خورد. الان دیگه خود شما میبینی شرایط خصوصی سازی به چه صورت شده. خدمت شما عرض کنم ما اگر اشتباه نکنم 15-12400 این خصوصی‌سازی به هر حال شروع شد، قانون دیگه قانونه. بعد انجام میشه، ولی ما در تاریخ دقیقاً 10 روز بعدش نامه‌ای من و جناب آقای اولیایی که لازم ازش تشکر کنم یه نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتیم، عواقب این خصوصی‌سازی رو گفتیم به این شکل. بله به این شکل، ما خودمونم موافق خصوصی‌سازی بودیم ولی نه به این شکل، نه به این، چون هیچ مدلی هم بله ما راهکارهای مختلفی داریم و مهمترین انتقادی هم که ما به سازمان خصوصی‌سازی داشتیم گفتیم آقا بیایید با تمام کارشناسا و مدیران باشگاه که توی این مسئله بودن دخیل بودن بیایید یه به قول من جلسه بذارید، بیایید آسیب شناسی کنید، کاربرد شناسی کنید، ببینید جریان چی هستن. به هر حال من خودم شخصا تو بحث خصوصی‌سازی و اون موقعی که مدیریت داشتم تو باشگاه پرسپولیس دقیقاً واقف بودم به تمام عملکرد اون بحث خصوصی‌سازی، روند خصوصی‌سازی، به هر حال بحث اون صورت‌های مالی من خودم بودم و خودم هم نامه نوشتم گفتم با این وضع واگذار نکنید، به مشکل برمیخورید. نامه دادم به وزیر، نامه دادم به مدیر عامل باشگاه جدید، گفتم به این شکل واگذار نکنید و من نامه‌ام مستقیم دادیم خدمت شما عرض کنم به رئیس جمهور. این عواقب هم پیش بینی کردیم و مطمئن بودیم که این روند واگذاری یک روند عجولانه بود و متاسفانه هیچ مدل واگذاری ارائه ندادن و از این جهت هم شما می‌بینید که الان وضعیت به چه صورته، می‌بینید چه مشکل شده و متاسفانه باشگاه‌ها رو با یک بدهی بزرگی اینا روبرو کردن. بدهی که واقعا وجود داره. یکی از اتفاقاتی که باعث شده بدهی در این دو باشگاه به خصوص حالا چون در موردشون صحبت کردیم انباشته بشه همین فصل نقل و انتقالاته. عدد و رقم عجیب و غریبی وجود داره. مثلا آقای تاج گفتن که یک مدیر برنامه هست که 44 بازیکن در اختیارش، یعنی با طرف قرارداد ایشون هستن و ظرف یک سال و یک فصل فوتبالی 127 میلیارد این یک نفر فقط به دست آورده و تونسته برای خودش درآمدزایی بکنه. شما هم تو دوره که من فکر می‌کنم از این عددی که گفتی خیلی بیشتر، حالا آقای تاج حداقلش رو گفت. بله همون یه نفر. بله این حداقل اونه. آقای تاج اسم نمی‌بردن، شما میتونین اسمش رو بگین؟ نه منم نمیتونم اسم ببرم، ولی این حداقلی که نه اینکه بالاخره یه نفر با 44 بازیکن قرارداد داره که خب خیلی چیز غیر قانونی نیست اگه بگیم. نه به هر حال من صلاح نمیدم اینجا بگم، اگه قرارداد بگه که خود آقای تاج میگفتن. ببینید یکی از عوارضی که آقای مجری من خدمتتون عرض کنم که آقای عرقی میخواستم بگم این عوارض خصوصی‌سازی یکی از عوامل همین بود. یه پول زیادی واریز باشگاه شد اون بابت اون 10%. حالا این بحث استقلال پرسپولیس بقیه باشگاه ها چطور؟ خب هیچ دیگه الان داریم فقط این باشگاه پرسپولیس استقلال میگیم، چون الان اینا خیلی مهم هستن، اینا شاخص های به قول ما نقل و انتقال هستن. الان اینقدر رقم ها رفته بالا متاسفانه واسه بعضی باشگاه ها دیگه اصلا قدرت رقابت ندارن تو بحث خصوصی‌سازی، اصلا نمیتونن ورود پیدا بکنن، چون ارقام شما ببینید چی به چه صورته. الان دیگه شرکت های خصوصی
به حال باشگاه خصوصی نمیتونن رقابت بکنن. الان یک اتفاقی گفته شما ناکنین، اول بحث این واگذاری شد، 359 میلیارد وارد پرسپولیس شد، حدود 300 میلیارد وارد استقلال شد، یه حجمه پولی اومد که به نظر من یه به کام به نظر من چهار تا دلال افتاد، یعنی دیدن یه پول خیلی خوبی اصلا. بعد نه اصلا دیدن یه پول عجیبی وارد باشگاه داره میشه. شما قرارداد ببین چه اتفاقی افتاد. الان شما من به شما بگم نقل و انتقالات شما خب تو دوره‌ای که مدیریت پرسپولیس بر عهده داشتید مگه نبود همچین چیزی؟ بله ببینید ما به قول هزینه همین رو دادیم، مقابله می‌کردیم با این قضايا. اصلا توی باشگاه میاد مثالی هم براش دادم. بله بله اصلا اسم نمی‌خوام ببرم، ولی میومدن تو اتاق تهدیدتون می‌کردن، راحت تهدید میکردن همین دوستان مدیر برنامه، همین دوستان مدیر برنامه، دوستان حالا دلال. شما یه مسائلی میومدن، من یه نمونه بهتون بگم، من بازیکنی به من پیشنهاد دادن که خدمت شما عرض کنم، گفتن که 6 میلیارد باید باش قرارداد ببندید. خارجی یا داخلی؟ نه داخلی بودن اون موقع. خدمت شما عرض کنم خیلی خوب رفت و اومد و صحبت جای دیگه شد، به من زنگ زدن گفتن آره 6 میلیارد 5 میلیارد و 500 کردیم. من الا بلا اون قرارداد بازیکن 3 میلیارد بیشتر نبستم، تا 12 شبم طول کشید. اینقدر گفتم نمی‌بندم. با چی آپشن اون چی بود؟ 3 تا 100 تومن بود، قهرمانی جام حذفی، قهرمانی لیگ، قهرمانی به حال آسیا. یعنی اینجوری ماند. من 7 قرارداد بستم. شما ببینید تمام آپشن قراردادا رو ما رو ببینید، ما نسبت به سال قبلمون که باید 10% افزایش پیدا کنه 10% کاهش پیدا کرده بود، چون تحت تاثیر قرار مسائل این دلالی و این مسئله حاشیه نمی‌شدیم. شما باورتون نمیشه الان بحث این که الان نقل و انتقالات بازیکن دست دلاله، دست فدراسیون و باشگاه نیست. یه کار به قیمت گذاری هم طرف اونا کشیده. مثلا الان همین عددی که من گفتم 127 میلیارد اصلا عدد کوچیکی نیست، به زبون ساده میاد که 127 میلیارد، ولی برای یک نفر با 44 بازیکن این عدد خیلی بزرگیه. اگر حساب کنیم که مثلا 400 تا بازیکنی که در لیگ داریم، حالا این 44 نفر که با یک مدیر برنامه دارن کار میکنن، 400 بازیکن دیگه در لیگ دارن، یعنی کلن 400 بازیکن در لیگ دارن بازی میکنن، اگر ضرب و تقسیم بکنیم به 1100 میلیارد عدد میرسیم. همونجور که آقای قنبرزاده گفتن، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، 2200 میلیارد هزینه لیگ بوده، یعنی نصف این فقط خرج بازیکن ها و مدیر برنامه ها شده. عدد عجیب و غریبیه. خب این که اصلا چطور میشه و شما آمار امسال دارید؟ چرا نمیشه کنترل شد؟ خیلی بحث مهمه. شما هزینه امسال به نظر من 6000 در حدود 6000 تا 7000 میلیارد تومانه لیگ. بله. خب آقای مهدی حجت، من بهتون بگم یه چیزی میگم، اسم مهمونمون هم گفتم. بله این مسئله که 6000 تا 7000 میلیارد گفتم، این ور قضیه است، یه پشت قضیه هم داره این قضیه، که بالای به نظر من 1000 تا 2000 میلیارد اینا درآمدهای یکی از بحث اون شرطمندی و این اتفاقات عجیب و غریبه. حالا وارد اونم ان شاء الله اگه وقت بشه بشیم. آقای مهدی حجبری عزیز، روزنامه‌نگار ورزشی، الان از طریق تلفن همراه ما هستن تا این بحث رو از نگاه ایشون و از زاویه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری هم بررسی بکنیم. آقای حجبری سلام، شبتون بخیر. به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و هم مهمان محترم برنامه‌تون، همینطور بینندگان عزیز این برنامه رو نگاه. سلامت باشید آقای حجبری. عدد و رقم های عجیب و غریبی مدیر برنامه دیگه، فکر کنم دیگه کارشون به تعیین مربی و بازیکن و مدیر عامل و اینا داره میکشه دیگه. دقیقاً. بله البته این آفت مدت هاست که در فوتبال ایران وجود داره. آقای رسول پناه خودش در پرسپولیس به عینه اینو لمس کرد و تجربه کرد. حالا یه موردش هم همین الان ایشون تو برنامه گفت. بله. که مدیر برنامه هایی که می اومدن و اصرار می کردن و متاسفانه مربیانی که اصرار دارن حتما بازیکن ها از کانال یک مدیر برنامه یا چند مدیر برنامه خاص وارد باشگاه بشن، برخی مدیرانی که متاسفانه الان هم سفره شدن با این ایجنت ها یا کارگزار ها یا دلال ها، هر اسمی که شما می خواهید بذارید، یه واقعیتی متاسفانه. ببینید من یه بارم گفتم اینو، داریم فوتبال رو گرون میکنیم و این اشتباه خیلی بزرگیه. سالها پیش وقتی توی خیابون مردم یه فوتبالیستی مثل احمد رضا عابدزاده رو میدیدن، یه فوتبالیستی مثل برادران بیانی رو میدیدن، خداداد عزیزی رو میدیدن، دورشون جمع میشدن، ازشون امضا میگرفتن، باهاشون عکس میگرفتن. امروز ما همچین چیزی رو توی سطح شهر نخواهیم دید، به خاطر اینکه فاصله نجومی پیدا کرده نحوه زندگی اون فوتبالیسته با مردم و دیگه مردم این فوتبالیسته رو از جنس خودشون نمیبینن و این اصلا اتفاق خوشایندی نیست.
درست فوتبال در تمام دنیا صنعت، درست در تمام دنیا فوتبالیست‌ها دستمزد خوبی می‌گیرن، ولی سطح فاصله دیگه تا این حد نیست بس. که یک نفری که داره فوتبال رو دنبال می‌کنه از خرج زندگیش میزنه، پول بلیت میده میره ورزشگاه، 10 میلیون در ماه حقوقش باشه و فوتبالیستی بره در مورد اینکه حالا 100 میلیارد بهش بدن برای دو فصل یا ندن مثلا بحث کنه، یا در مورد پول پیشش بحث کنه که چقدر از اون پول رو بهش بدن. این واقعا این فاصله داره آزاردهنده میشه و گرون شدن فوتبال و لوکس شدن فوتبال باعث ریزش مخاطب میشه و هممون میدونیم شاید یکی دو توقعات خیلی میره بالا، چون مثلا بله. اگه من الان هوادار هر تیمی باشم بازیکن 100 میلیاردی تو زمین داشته باشم ازش توقع چند برابری دارم، همونجوری که مثلا از کریستیانو رونالدو وجود داره این توقع و اون داره این توقعات رو جواب میده. بله، کیفیتی که ما داریم ارائه میدیم اصلا با این پول ها در تناسب و توازن نیست و این آسیب میزنه. این مورد 127 میلیاردی هم که یک مدیر برنامه برده، ما اتفاقا دیروز تو رسانه خودمون هم اشاره کردیم که دیگه گرونترین فوتبالیست نه اون لژیونریه که داره برمیگرده، نه اون دروازه‌بانیه که سرش دعوا شد. بله، گرونترین بیشترین دستمزد رو الان فکر کنم 5 رده اول بین همین ایجنت هاست، یعنی همین دلالان که اول تا 5. بله، یعنی اونا دارن از بازیکن‌ها بیشتر میگیرن و این خیلی عجیبه و بده، یعنی اصلا چیز خوبی نیست. آقای رسولی پناه، آقای حجبری یه نکته گفتن در مورد اینکه مربیایی هم هستن که دارن سود میبرن، شما خودتون برخورد داشتین؟ بله، خیلی هم برخورد داشتم. اول من عرض سلام دارم خدمت آقای حجبری. سلام عرض. ان شاءالله که عرض واسه موفق باشن. آقای عراقی، ببین من یه مسئله بگم در رابطه با این بحث دلالی و مافیایی. اینا یه شبکه گسترده ای هستن، اینا قانون هم خیلی خوب میدونن، همیشه هم یک به قول من رو پله از قانون جلوتر هستن، یک مافیای خیلی حرفه ای هستن، تشکیلات وسیع دارن. اصلا کسایی که قانون حالا من عرض میکنم، ببین تو هر تیم میاد، تو هر باشگاه برای خودش آدم دارن، حالا به شکلهای مختلف بازیکن، مربی، نمیدونم فرض کن سرور، حالا هر چی میخوای شما اسم ببری. یعنی در همه سطوح، در سطوح اینقدر اینا گسترده شدن، شبکه شدن، اصلا نمیشه ریشکن کرد، اصلا کار سختیه. و جالبه تمام این جنجال هایی که هستش الان تو استقلال، تو پرسپولیس، تو سایر تیم‌هاس، دقیقا مولدش همین عزیزان هستن، یعنی خیلی حرفه‌ای کار میکنن، میدونن کجا جنجال بپا کنن، انقدر سطحشون گسترده شده اصلا به این پول هم نگاه نمیکنن. الان توی ورود و خروج اعضای هیئت مدیره بخوان اعمال نفوذ بکنن، تو همه جا دارن الان اینا اعمال نفوذ میکنن، خود بعضی حال خودشون خبر ندارن، یعنی واقعا اینا انقدر کارشون حرفه‌ای در سطوح بالا هستش. به نظر من یه عزم ملی میطلبه که بحث مشارکت قوای سه‌گانه رو میطلبه که اصلا ورود کنن، ریشه کن کنن. و اینا فوتبال ما اصلا از این وضعیتی هم که شما لای وجبی کردن، از این بحث گرون شدن هم که هیچی، اصلا به نظر من فساد گرفته فوتبالو، دقیقاً به نظر من انقدر گسترده شده، ریشه دونده. من فکر نمی‌کنم کار فدراسیون و وزارت ورزش و دو تا باشگاه باشه اصلا. آقای حجبری، حدود 28-9 سال شما در ورزش بودید و من این افتخار داشتم که با هم یه جایی هم کار کردیم. نکته ای که در مورد این، حالا به قول شما ایجنت، مدیر برنامه، هرچی که اسمش رو میذارین، بخوایم بگیم حضور اینا باعث این آشفته بازاری که الان هست و به وجود اومده، شما اینو دلیل میدونین یا اینکه از طریق اینها واقعا میشه قیمت ها رو کنترل کرد؟ ببینید، اینا بخشی از این پازلن. این آقای رسولپناه خیلی کامل توضیح داد، یعنی واقعا همه جا هم اینا ریشه دوندن. منم همین اعتقاد رو دارم که برخورد با اینا دیگه از سطح فدراسیون و وزارت بالاتر میره، یعنی واقعا نمیشه برخورد کرد. اینکه یه سری دوستان دیروز میگفتن که خب آقای تاج که میدونه یه نفر 127 میلیارد گرفته چرا برخورد نمیکنه، من فکر کنم آقای تاج اگه بخواد برخورد کنه فردا برکنار میشه، یعنی یک موجی علیهش ایجاد میکنن که خود آقای تاج هم بره کنار. به این شکلی شده اینجور که شما میگید، یعنی این که این دوستان مدیر برنامه در بین همکاران ما هم نفوذ کردن دیگه. 100%، اصلا تردید نفرمایید. آقای عراقی، ببینید یه واقعیتیه که این دوستان، حالا آقای رسولپناه شرط‌بندی اشاره کرد، در نقل و انتقالات هم از شرط‌بندی سود میبرن، یعنی بازیکن رو صبح میبرن یه باشگاهی، بعد سایت های شرط بندی اعلام میکنن، روی اون مانور میکنن که آیا این بازیکن به این باشگاه میره یا نمیره، بعد بازیکن رو برمیگردونن به باشگاه خودش، یک سود وحشتناکی روی این شرط بندی نقل و انتقالات میبرن. یعنی مواردی رو دارن الان طراحی میکنن که واقعا
از سطح این دغدغه که حالا آقای رسول‌پناه گفت من دونه دونه می‌خواستم بگم، دقیقاً درست میگه، از سطح گرون شدن داره می‌گذره. ببینید دغدغه هامون باید بره رو سطح همین که فساد گرفته، ولی یه نکته وجود داره دیگه آقای عراقی، هممون می‌دونیم شفافیت اگر باشه فساد کم میشه. بله متأسفانه متأسفانه یه سری از مدیرامون دوست ندارن این شفافیت رو. ما هفته گذشته لیست قرارداد بازیکنان دو باشگاه استقلال پرسپولیس رو منتشر کردیم. نمیدونید چه حجمی ما اومد که نمیدونم شما جاسوس دارید در باشگاه، شما این کارو کردید. آقا از چی میترسید؟ چرا نمیذارید همه چی شفاف باشه؟ الان همه ما میدونیم که بازیکن رئال مادرید دریافتش چقدره. آپشناش هم میدونیم. تماماً چرا نباید تو ایران بدونیم؟ چرا نباید چرا تو ایران نباید گفته بشه؟ اینا خطرناکه. یعنی من فکر میکنم این شفافیت و نورتابوندنه میتونه جلوی فساد رو بگیره. ممنون که راه حلش هم گفتید. انشالله که این اتفاق بیفته. برگردیم به شما آقای رسول پناه. حدود یک دقیقه فرصت داریم جمع‌بندی شما. من نظرم اینه که البته این بحث این خویش‌سازی خیلی مهمه. من چون اگه این خویش‌سازی این پول ورود پیدا نمی‌کرد، شاید این اتفاق حاد نمی‌شد، تشدید نمی‌شد، میشد جلوشو گرفت. مدیران قبلی پرسپولیس، حتی مدیران سر، خیلی زحمت کشیدن، عملکردشون هم با توجه به اون محدودیتایی که داشتن نسبتا خوب عمل کردن. حالا درسته یه اتفاقاتی افتاد، ولی به هر حال این باشگاه رو داشتن اداره می‌کردن. این حجم پولی که وارد شد باشه، مثلا باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال، نمی‌دونم 2.5 میلیون یورو، من نمی‌دونم کدوم شما تا کی وقت سراغ داری که آقا کدوم باشگاه بودش که با وام و با قرض و با بدهی کی این تعهدات رو می‌خواد بده. یه سوالی من دارم از سازمان خوش‌سازی، چه اتفاقی قبل از خوش‌سازی بود که الان بعد از خوش‌سازی بهتر شد؟ آیا شفافیت اینه؟ این اصل شفافیت بود که می‌گفتن اون موقع که خیلی شفاف‌تر بود. من در خدمت شما هستم. من تشکر می‌کنم از شما، تشکر می‌کنم از مردم عزیزم که ما رو تحمل کردن. قربون شما، سلامت باشین. ان شاءالله که حرفایی که می‌زنیم، بحثایی که می‌کنیم به فوتبالمون کمک کنه. به برنامه برخواهیم گشت.